لحظه که شما مرا میبینین در دان دروازه ورودی باغ جهان نما که در ولسوالی خلم است آمدیم. عبدالمجید مرزایی هستم، مدیر اطلاعات و فرهنگ ولسوالی باستانی خلم. از اینجا تصویر بگیرن کریم جان که در راپله ها یا زینای از ایام یک دیزاین های قدیمی و سابقه به این شکل بالاخره با استفاده از چوب و اینا کاشی ها پسان شده. این کاشی ها بعدن شده، قبلا نبوده. 1387 یک بار تعمیر شده بود. اینی روشندان ها به خاطر روشن نگه داشتن این تاکوی استفاده میشه که او زمان این همی دیزاین بوده و به همی شکل به خاطر روشن نگه داشتن تهکوی ها استفاده میکردن. اینی ستون ها بگویم دیگه، حاله وطنی بگویم. اینی ها اونمو دودکش یا هواکش بخاری ها یوتاقا بله. نام خود از این سر بام چهار اطراف ای باغ تاریخی یک نمای خیلی زیبا میتر دیگه. از دیگه جهان نما میگن یا جهان آرا میگن از نامش هویداست. بی شک که مکمل بومه های شهر اطراف اکناف شهر زیر ما زیر دیدتان است بالاخره. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و مهربان و نهایت بارحم. سلام و صد سلام و سرود و ستاره تقدیم شما زیبا پسندانی که افغان مای که برای دیدن انتخاب کردیم. وقت همه شما بخیر باشه، زندگیتان بخیر باشه. آرزو میکنم که یکا یکتان خوب باشین، تک و پتره، جور و تیار، سر حال و سر بلند و خوش و خوشحال باشین. خلاصه با سلسله از گزارش های افغان مایک به یک گزارش تازه دیگه از آدرس یوتیوب چینل افغان مایک خوش آمدین. آرزو میکنم اینمی گزارشی که قرار است ما ثبت بکنیم برای شما خوشایند باشه. امو چی برش میگن؟ خستگی ها و زلگی ها و ماندگی های شما را حد اقل یک کمی کم بکنه، خاطرات تان تازه بکنه. و آرزو میکنم گزارش تا امو قدم نهاییش تعقیب بکنین، ببینین، لذت ببرین و مهمترین چیز ای که نظریاتتان با ما شریک بکنین، بگوین که از کجا میبینین. یک سلام جا داره که یک سلام صمیمانه تقدیم او دوستای بکنم که
همیشه در هر گزارش حمایت های معنوی شانه از ما دریغ نکردن، کومنت کردن، محبت کردن، بزرگی کردن و تشویق کردن این برادر کوچک شانه. و اینمی صحبت های تیت و پراگنده ما خوش کردن، تشویق میکنن، بزرگی میکنن. یک تعداد وطندار را کمی کومنت هایشان هم میخوانم، این کال هایم جایی نمیشم، میگم سعی کنین بعضی وطندار های ما چقدر دل بزرگ و مهربان دارن، چقدر لطف و بزرگی دارن، چقدر صمیمیت دارن که برادر کوچکشان ندیم امینی را تشویق میکنن، روحیه میتن، انگیزه میتن. هر قدری که شما تشویق بکنین مسئولیت ما بیشتر میشه و تلاش ما به این میشه که گزارش خوبتر و خوبتر و خوبتر براتون بگیریم. و کریم جان محمود تو زحمت میکشه در هر گزارش که تصاویر خوب براتون داشته باشه. بسیار ببخشین، یک کمی گلونم خشکی کرد. اتفاقا ما اول باشین که در مورد سوژه امروز بگویم. امی لحظه که شما مرا میبینین در دان دروازه ورودی باغ جهان نما که در ولسوالی خلم است آمدیم، قرار است یک گزارش تفریحی از اینمی باغ برتان داشته باشیم. من خبرم ندارم که دمی داخل باغ اینمی حال چی گپ است، کیها هستن، کیها نیستن، وطندارای ما آمدن یا نامدن، خبر ندارم. از اینمی جا خواستم که شروع بکنم گزارشم و در مورد باغ من زیاد معلومات ندارم. تنها معلوماتی که دارم و هم از روی اینمی لوحش ما گرفتم که باغ و قصر تاریخی جهان نما که سال تأسیسش 1236 هجری شمسی تأسیس شده اینمی باغ. ای که داخل از چی گپ هست ما را تعقیب بکنین و ادامه گزارشه از داخل ای باغ نمیفهمم روز چرا رقم زبانم کلوله میشه، از داخل ای باغ ببینین. اما یک چیز دیگه که اتفاقا امروز یک کمی هوا سرد شده، ما بلوز نیم قوله پوشیدیم، یک کمی احساس خنک خوردن میکنم و یک ذره یک شمال هم هست. اتفاقا اگر شما در صدا احساس میکنین که مشکل داره شما ببخشین، تحمل بکنین. میریم داخل بسم الله گفته، یالا بخیر.
وطندارای عزیز و نازنین و دوست داشتنی، وقت شما مجدداً بخیر باشه. در ادامه گزارش هستیم از باغ تاریخی جهان‌نمای ولسوالی خلم. آمدیم، مسئولین در جریان گذاشتیم، هماهنگ شدیم، چون اصول کار امیر ایجاب میکنه. هر کار از خودش یک اصول داره، قاعده و قانون داره. اصول و قاعده همی است که در بعض جاهایی که کسی مسئول میباشه باید مسئول هماهنگ شویم، در جریان بگذاریم و بعد از او کار خود بکنیم. ما میریم در داخل شعبه کسی که اینجا مسئول فرهنگی اینمی باغ است. یک معلومات کلی را در مورد باشین که شمال است، شاید صدا یک ذره مشکل ایجاد شده برش، از این خاطر این شکل استاد شام. کریم جان صدا درست است؟ یک مقدار معلومات در مورد تاریخچه ای باغ از اونمو بزرگوار میگیریم، از جناب مدیر صاحب فرهنگی، و بعد از او گزارش را تعقیب بکنین، ببینین که چی داریم در گزارش دیگه. با وطندارا هم پیدا میکنیم، امروز از اونام قصه میکنیم و بعدش از نقطه نقطه ای باغ تاریخی براتون تصویر میگیریم، خاطراتتان تازه شوه. ما را تعقیب بکنین وطندارای عزیز. خواهشند بالاست. تو مرا بگو دست چه افراد. فکر میکنم جناب مدیر صاحب هم تشریف دارنده بالا. ما میریم. راستی یک خاطره را از جریان یک گزارش برتان بگویم. ما و کریم جان یک گزارش داشتیم از پالیزای خروزه زنبوکان رفته بودیم. من راه را مانده از چهار رفته بودم. کریم جان از پشت کمره برام میگه که دوز نادان دوز نابلد در کادان میدرایه. حال اینجا اوتوری اگب نشه. کریم جان راه همی طور است نه؟ یا توکل به خدا. بله، ما یک کمی آستا گب بزنیم که صدای نکاس میکنه. ما آمدیم داخل دهلیز بگویم دیگه بهتر است، داخل دهلیز ای ساختمان، و قرار است بریم در داخل کتابخانه یا جایی که مدیر صاحب فرهنگی مسئولیت دارن. سلام علیکم سر، خوب هستین؟ صحتمند جان شما جور است؟ بخیر هستین؟ بخیر باشین، سلامت. بله، مدیر صاحب تشریف دارن، میریم داخل. مدیر صاحب اجازه است داخل بریم؟ السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. بنده آقا شما چی حال احوال دارین؟ خوب هستین؟ صحتمند جان شما جور است؟ آرامی است؟ بخیر هستین؟ مهربانی، مهربانی. بیاین وطندارای عزیز که مدیر صاحب در روز جمعه گیر کردیم. خب ما مدیر صاحب اینی چوکی در پالیتون میارم میشینیم یا اینجا بشینیم دلتون؟ خوب است، خوب است. اول بین مدیر صاحب دن پولیم که من خو مانده شدم یک ذره مدیر صاحب راستش مهربانی کنین. مدیر صاحب گرامی بسیار زیاد ببخشین که مزاحم اوقات شما شدیم. خواهش میکنم مهربانی. بخیر باشین. در آغاز بیاین که اول یک معرفت حاصل شود که وطندارا، با وطندارا اگر سلام و کلام داشته باشین در آغاز خودتان یک معرفی بکنین. سلام و درود خدمت شما و استانیان خدمت عزیزانی که از این چینل ما را بیننده هستند. بنده عبدالمجید مرزایی هستم، مدیر اطلاعات و فرهنگ ولسوالی باستانی خلم. خیلی هم خوب است، خیلی هم خوب است. خیلی خوشحال شدیم از اینکه معرفت حاصل کردیم مجددا. یک معلومات کلی اول اگر در مورد اینمی باغ جهان نما بتین، باز دیگه موارد صحبت میکنیم. به نام خدا. باغ جهان نما یا باغ جهان آرا، ای در توسط امیر عبدالرحمن خان در سال 1236 اعمار شده بود. زمانی که امیر عبدالرحمن خان مدت دریق شهر اسکان پیدا میکنه،
و از آب و هوای منطقه بسیار خوش میآیه. بله. باز میخواهم برای خود یک محل حکمرانی یا محل تفریح برای خود ایجاد ایمار بکنم. بنابراین به همین منظور ای در سال 1236 اقدام به ایجاد چنین باغ زیبا میکنم. خیلی خوب است. پس سال تأسیس این باغ سال 1236 یقینا. بله. هجری شمسی. هجری شمسی است. بله خیلی هم خوب. 167 سال قدمت تاریخی داره این باغ. 167 سال. به همین دلیل هم میگن باغ باغ یا قصر تاریخی جهان نما. یقینا. جای تاریخی است دیگه بالاخره. خیلی خوب. یک چیز دیگه جناب مدیر صاحب مرزایی صاحب عزیز، از این باغ وطندارا دیدن میکنن کدام روزا میاین و قاعده چی است وقتی میاین چی شرایط داره که بیاین و از این باغ دیدن بکنن و چون یک جای تاریخی است دیگه بالاخره کل وطندارا حق دارن بیان ببینن معلومات داشته باشن و از این حرفا. کدام شرایط خاصی برای سیاحین نیست، البته ما سیاحین داخلی هم داریم خارجی هم داریم، یا میتونه بدون کدام مشکل در هر وقت زمانی که باشن بیان از این باغ دیدن بکنن و هم سیر و سیاحت خود به فکر آرام با دل جمع انجام بدن. خیلی هم خوب است، خیلی هم خوب است. مساحت این باغ چقدر است مدیر صاحب؟ این باغ جهان نما یا جهان آرا و این مساحت این باغ 70 جریب است. 70 جریب. 70 جریب است. به شمول قصر و اطراف و اکنافش در مجموع 70 جریب باشند. 70 جریب. چی نوع درخت ها اینجا کاشت شده و آیا کسی مسئول است به خاطر حفظ و نگهداری نباتات و درخت ها و گل ها و اینا یا نه؟ یقینا ما ایجاد تشکیل ما دو باغبان است به خاطر حفاظت نگهداری از اشجار و گل های زینتی که اینجا موجود است. این دو باغبان موظف است که همیشه این را نگهداری میکنن، شاخه بری و متوجه میباشن. و این باغ قبلا خو خیلی زیبا بود. بله. انواع و اقسام میوه‌ها اینجا پیدا میشد. متاسفانه بعد از اینکه با اثر جنگ های داخلی که بین گروه ها و ازبایی که موجود بود این باغ به مخروبه مبدل شده. بله. این درخت هایی که ما در حال حاضر میبینیم در این باغ ای چی وقت کاشته شده؟ آیا خود شما هم در اینجا نقش داشتین؟ کدام نهال و درخت و اینا غرس کردین یا کلش کاشته شده قبل از نظام فعلی بوده؟ نه یا قبلا کاشته شده بوده. در زمان جمهوریت هم موجود بوده و توسط وا غرس شده. و آمدن ما تقریبا یک سال میشه ما تا فعلا ما چندین درخت نوجو نهال نوجو کاشتیم. خودار زیاد نیست. خیلی خوب است. سیاحین خارجی هم برای دید و بازدید از این جایگاه یا از این جای تاریخی میآیند یا نمیآیند؟ یقینا بعد از اینکه دولت جمهوری سقوط کرد و امارات کار آمد سیاحین خارجی خیلی افزایش پیدا کردند و در این اواخر خیلی زیاد هم شده. خیلی خوب است. بسیار تشکر. ای بود وطندار عزیز یک کماکان معلومات در مورد یعنی قصر جهان نما یا باغ تاریخی جهان نما. اینا یکون مورد دیگر با مرزای صاحب صحبت میکریم. خیلی مرزای صاحب همون تو یک قدم میزنیم که شخی های پایم برایه در مورد کتاب های موجود دینی کتاب خانه هم یک کمی برای ما معلومات بدید. کتاب خانه عامه ولسوالی خلم ای در سال 12 در سال 1338 توسط شخصی به نام فیض محمد خان ای افتتاح شده بود. بله. و ای کتاب خانه در اون وقت 110 جلد کتاب قلمی داشت. قلمی نوشته شده بود. قلمی نوشته شده. 110 جلد و 869 جلد کتاب چاپی داشت. بله. و 666 جلد مجله وجود داشت. و این در طی سالیان متمادی در طول زمانی که سپری شد و این کتابخانه روز به روز رونق پیدا کرد و خوشبختانه ما امروز در حدود اضافه‌تر از 2000 جلد کتاب مختلف نو ما داریم که هم روزه این برای مراجعین یا برای علاقه‌مندان علم و دانش باز میباشه. خیلی خوب است. چند عنوان کتاب است اینجا موجود؟ یکی خود گفتین تقریبا بیش از 2000 2000 جلد است. 2000 جلد بیش از 2000 جلد. چند عنوان کتاب موجود است؟ اینجا ما عناوین مختلف داریم. قسمی که اینجا لیبل بندی شده این بله. است که اینجا یک خواه این از یه مؤسسه اکتید. بله. این با ما همکاری کردن لیبل بندی کردن که بخش علوم اجتماعی و سیاسی است، ادبیات دری است، کیمیا است، فیزیک است، علوم دینی داریم. بخش انگلیسی، زبان ادبیات پشتو، اقتصاد و سایر بخش‌هایی که اینجا به وضاحت می‌بینین. بله بله بله. از تو و مراجعین از داشتای کتابخانه
استفاده میکنم. خیلی خوب است. یک چیز دیگر هم بگوین که در شرایط فعلی یا امروز چطور است علاقه مردم، علاقه جوانا، علاقه محصلین برای دید و بازدید از این کتابخانه و در مورد فرهنگ کتابخانی و مطالعه یک کمی معلومات بدین که چطور است در این روزا؟ فرهنگ آنچنانه که باید باشه و قسم نیست. باز هم نظر در سابق جوانا کمی خوب شدن، میان از کتابخانه میبینن، از اما به خاطر اما معلومات خود، به خاطر سطح ارتقا و دانش خود، یا به خاطر اما مونوگراف یا نامه تحصیلی خود میان از چه استفاده میکنن و دیدن میکنن. دوستای ما کمیل از ما را میبینن، ممکن علاقه داشته باشن و از این فضا، از این مکان تصمیم داشته باشن استفاده بکنن. با شرایط خاص داره که از این کتاب ها باید استفاده بکنن، راجستر باید شوند، کارت باید عکس بکنن، یا برای تمام وطندارا این کتاب خانه باز است و میتونن بیاین بگیرن همینجا بخوانن، یا اجازه هم دارن که کتاب ها با خودشان ببرن؟ اینجا شرایط قسمی است که اگر کسی عضو همیشتری کتاب خانه باشه، خب وام میتونن که مشکل نیست کتاب خانه ببرن، مطالعه بکنن، مشکل خود را برطرف بکنن، باز دوباره کتاب ببرن، تحویل کتابخانه بکنن. و کسایی که عضو همیشگی نیستن، وام میتونن که داخل کتابخانه یا دستان باغ کتاب ببرن، بخونن، استفاده بکنن، پس دوباره تحویل مدیر بخش بکنن. خیلی خوب. یعنی هم خورما هم ثواب. هم ثواب. بیاین برای تفریح، برای چکر و از این فرصت هم استفاده بکنن، چون خوبترین دوست، با وفاترین دوست بر کسایی که علاقه دارن و یک گپ تایید میکنن، بدون شک این همی کتاب هست. تحت هر شرایط میتونیم راحت ازشان استفاده بکنیم، مطالعه بکنیم، حداقل به خاطر بلند بردن معلومات عمومی و ظرفیت خودمون. مرزای صاحب عزیز و گرامی، بسیار تشکر از معلوماتتان که کماکان در مورد این کتابخانه و در مورد باغ یا قصر تاریخی جهان نما یا جهان آرا به گفته خودشان معلومات دادن. بسیار تشکر. حالا میریم اینمی جای تاریخی دیگه که از اتاق ها و بخش های تاریخی که هست، اگر لطف بکنین ما را رهنما باشین و یک مقدار معلومات بدین. مهربانی، خواهش میکنم. وطندار عزیز، شما ادامه گزارش بیننده باشین. میریم در داخل، من بلد نیستم. میرزای صاحب لطف میکنن، راهنما میباشن و در مورد جاهایی را که قرار است بر شما تصویر داشته باشیم معلومات هم ارائه میکنن. کامرت یک چی کنم؟ خواه
خواه. ما از داخل کتابخانه برآمدیم، میریم به می سمت. ببینین که مرزای صاحب با ما کجا را راهنمایی میکنند. خواه مرزای صاحب، اینجا اینجا سالونی است که قبلا هم شاههایی که اینجا حضور داشتن یا حاکمای محلی که اینجا حضور داشتن به خاطر مجالس محافل خود یا دید و بازدید با مردم و اینجا با دمو را راه اندازی میکنم و محافل را مجالس خودم. ممکن چیزی که دونمو وقت ایجاب میکرده اینجا دیکور شده بوده دیگه، مطابق به مو شرایط و وضعیت امو زمان دیگه، قسمی که فعلا میبینین این قسم نبوده ولی او زمان دیکور شده بوده. خب مرزای صاحب، اینجا جای چی است؟ اینجا جای بخاری است که پایینش بله بخاطر گرم ساختن فضای امیجا از این استفاده میکردم. خیلی خوب است که اینجا بخاری جا به جایی میشده و او هم نلش فکر میکنم بخاطر بیرون برایده بالا هم گرم میکده و همونطور دودش بیرون میرفته. خب بین مرزای صاحب خیلی طرف سر و اینجا یک اتاق دیگه. خواه این کتابخانه ماست. کتابخانه است. خیلی خوب است. یعنی از این سالون را داشته به کتابخانه. خیلی خوب است. او زمان ممکن دیگه این کتابخانه نبوده. ممکن اتاق بر نشیمن بوده. نشیمند و اینا. این قصر در طول تاریخ گاهی بایست مهمانخانه استفاده شده چون شاه که چه حضور داشتن باز اشخاص افرادی که از راههای دور می آمدن باز اینجا شب اینجا سپری میکردن و این گاهی هم بایست شعبه های اداره دولتی هم استفاده شده. دمو زمانا زمانی هم اینجا لیسه رشیدیه هم متعلمین به خاطر فراگیری علم و دانش خود از این مکان استفاده میکردن. خیلی هم خوب است. و اینجا جای چی بوده؟ یا جای چی هست در حال خوده دیگه؟ خب خیلی خوب. اینجا اتاق دیگه؟ آه دیگه. خیلی خوب. اینجا یک سالون عمومی بوده که به دو طرف اتاقای دیگه را داشته. این هم جای بخاری و او هم جای نلش. و این طرف هم که میبینین وطندارا اتاقای دیگه است که از بین را داشته. اتاقای هست که اینجا شامش و نزمه دارن. بله. تو که از کی اکسان برای وقت محاکمه ی وقت همیشه میشتن. خیلی خوب است. اینی هم گرم و بس همان بگیم دیگه. بین که از اینجا تصویر داشته باشیم. کریم جان اگر امکان داره بیاین داخل. خیلی هم خوب. اینجا گرمابه یا اونمو حمام به اصطلاح وطنی مای شما که دمو زمانا سبک سابق ساخته شده که دو سراخ هست میبینین که یک شاب گرم است یک شاب سرد. خب اینجا باز با این نشانت من بند است دیگه. بله بینش هم بند است که یک طرفش آب گرم بوده و یک طرفش هم آب سرد و اینجا فکر میکنم خیلی خوبه است. و این طرف چی بوده؟ این طرف رای ورودی است. خواه رای ورودی که از اتاق دیگه میتونی وارد شوی. خواه خیلی هم اینجا محلی است که شاه ها یا کم وقت اینجا زندگی میکردن. محل بوده باشتن اتاق بوده. خیلی هم عالی. میریم بخشای دیگه؟ و دروازهایشان راستی به مو دیزاین سابقه است دیگه؟ سابقه است که از روایتگری دوست هست تا قبل نباشه. خیلی خوب است. خب دیگه کدام طرف میریم؟ میروانی این یک جو خیلی مهمه دیگه. این قصر از دو طرف را داره. هم از سمت چپ هم از سمت راست. و این میزی که میبینین میز ریسپشن است. خیلی خوب. این معلومات چون قسمه که در لابلای صحبتهای خود گفتم نه که اینجا گاهی بایست اداره دولت هم استفاده شده بله. یا محل کمروایی هم بوده. باز اینجا مراجعینی که میان در هر بخش کارشون باید اینجا کسی مسئول بود و از این پرسان که بخش معلوماتش باز این را رنمایی میکردن. خیلی و این میز هم یک میز تاریخی و قدیمی است. خیلی قدامت زیاد داره. خیلی خیلی این میز در اوایل خیلی زیبا و قشنگ بود. بله متاسفانه بعد از سقوط بلای بی‌توجهی تخریب شد یک مقدار. تخریب شد یا که بعضی از دست پرتا صورت گرفت. این هم دیگه به مو
چی برش میگن؟ به مو چیز تاریخی قدیم که بیش از 100 و چند پخشی آباد شده و رویش چی شده؟ باز گرد شده. گرد شده در روی پخش. این در زمستان خیلی گرم است. یقینا. در حال حاضر هم و در زمستان سرد است. که بر تابستان سرد اما زمستان گرم. زمستان گرم. و از اینجا تصویر بگیرن کریم جان که در راپله ها یا زینای ازی هم یک دیزاین های قدیمی و سابقه به همین شکل بالاخره با استفاده از چوب و اینا این کاشی ها پسان شده این کاشی ها بعدن شده قبلا نبوده 1387 یک بار تعمیر شده بود دیگه در اون زمان ها با استفاده از چوب دیزاین میکردن و یه هم دیزاین های سابقه است خب قرار است کدام طرف بریم؟ یون ما هر دو میمونا بودن بله اینی اتاق که قرار است حال بریم یعنی جای بود و باش و پذیرایی و میزبانی از مهمانای شاههای او دوره بوده هم میمونی هم باعث صنوف استفاده شده صنوف درسی هم خب بعد از زمان باز باعث صنف استفاده شدن خیلی خوب نام خود یک سالون بسیار کلان بوده خیلی این طرفش ترمیم شده بود تقریبا کارش تمام است بله خیلی هم خوب و به احتمال زیاد که اینجا میگه اتاق ده نه رای بیرون رفت است خواه این طرفش باز به با این طرف باغ میبرایه خیلی خوب است و بند است خواه این خواه در حال حاضر بند است یعنی راهی است که باز از این دروازه از این گوشه باغ میتونین بیرون شوین و این هم رای بیرونی است اتاقاش است دیگه خواه اتاقا دو طرف را داده هم از بیرون هم از اون طرف هم از این طرف خیلی هم خوب است خیلی هم خوب است من مطمئن هستم وطندارای عزیز امی لحظه که اینمی گزارش هم میبینین و اینمی سالونا و اینمی جاهای تاریخی را بر شما در حال معرفی هستیم ما مطمئن هستم اگر خود شما نه اگر خود شما خاطره ندارین من یقین دارم که پدرای شما باباهای شما ما مطمئن هستم که از این جای تاریخی از قصای از این ما ممکن چون سن ما دیگه ما نسل امروزه هستیم زیاد معلومات نداریم ولی کسایی که سنشان از ما بالاتر است معلومات خیلی دقیق دارن از اینجا خیلی منظم در این تصویر رو میگیرم بیاییم که این اتاق هم یک ببینیم با گذشت سالهای خیلی طویل که بیش از 150 سال ولی بازم به حد اساسی کار شده بوده که یعنی همون تو منظم و پاورجا هنوز باقی است. هواکشش هم بسیار منظم و استوار هنوز پاورجاست. خب بعد از این کجا میریم مرزایی سب؟ تاکاو میریم. یک بار تاکاو هم میریم. تاکاو هست در بانیست. خیلی هم خوبش. و اینی راپله ها یا زینه های از یام ساخته شده همون زمان است یقینا بله خب این یوم از این طرف باغ را داره که داخل بیاد خیلی خوب است خیلی خوب است میریم پایین این زمینه که از استاندارد نیست نه بله و از اینکه هوا و هوا بر اینجا خیلی گرم است انا اقلیمی شرایط اقلیمی اینجا بر تابستان خیلی کم می باشه باز به خاطر امون راحتی خود و به خاطر که آرام راحت باشن چون تکاو اینجا ایمار کردن خاطر که تکاو معمول خواست تکاو همی است که زمستان گرم و تابستان سرد می باشه باز به امون خاطر تکاو اینجا جور کردن خیلی خوب است در سقف این اتاق ها یا در کل در سقف این ساختمان که ما متوجه شدیم دیزاین های فوق العاده همو زمان دیزاین های شاهانه همو زمان صرف دو بار یک بار ترمیم شده است ترمیم شده ترمیم شده برای. خیلی خوب یک چیز بسیار بسیار متفاوته که من دیگنی زیرخانه یا تحکاوی یا تحکاوی بگویم وطنی متوجه شدم که اینی روشندان ها به خاطر روشن نگه داشتن ای تاکوی استفاده میشه که او زمان این همی دیزاین بوده و به همی شکل به خاطر روشن نگه داشتن تحکوی ها استفاده میکردن قصر جانمان این دارای پنج تکوی میباشه خانه میخواه پنج تکوی است که دو تایش پیش رو است سه تایش
به عقب می قرار داره. خواه خیلی خوب، یعنی سه تکوی دیگه هم به عقب همی قرار داره، پهلو به پهلو. خیلی هم خوب است. خود دیگه هایش هم همی دیزاین است، همی شکل است دیگه. تفاوت است. خب اما که متفاوت است همون شکل می بینیم. من نمیفهمم متندار عزیز که از تحکوی تصاویر خوب داریم یا نه. به هر صورت اگر تصاویر یک کمی خیره است یا تاریک است شما ببخشید دیگه، چیزی که هست و ما با استفاده از امکانات کوشش میکنیم تصاویر خوب بگیریم. خب و اینیش یک کمی متفاوت از گفتید؟ بله. یا او دیگه شست؟ نه همی است. خب تفاوتش در چی است؟ تفاوتش هم این در پشت در بله. خیلی هم خوب است. خب دیگه قرار است کجا بریم؟ دیگه میرم سر بام بریم. میربونی و حال شما میربونی کنین پیش من نابلد هستم. خب با استفاده از فرصت و با لطف مرزایی صاحب یک بار میریم سر بام و از اونجا هم برای شما تصویر میگیریم. ما مطمئن هستم که تصاویر خوب میداشته باشیم از اونجا و این را پله ها خیلی آدم از زلمه کنه چون استاندارد نیست دیگه. بالاخره بالاخره که رسیدیم به تخت بام یا تخت بام عمومی ساختمان. پیری و زهیری هست دیگه، دست 85 سالگی که چند رازینه را بالا بیری نفست می سوزه. خواه اینی هم تخت بام. اینی مرزای صاحب، اینی ستونا بگویم دیگه، حاله وطنی بگویم. اینی ها اونمو دودکش دودکش یا هواکش بخاری های اتاق هست. خیلی هم خوب. نام خود از این سر بام چهار اطراف این باغ تاریخی یک نمای خیلی زیبا میده دیگه. از دیگه جهان نما میگن یا جهان آرا میگن از نامش هویده است. بشک که مکمل اومه های شر اطراف اکناف شر زیر دیدتان است. بالاخره خیلی هم عالی است. میم یک کمی پیشتر و یک چیز دیگه که در این باغ هم موجود است باید بگویم. کرمی جان همی لحظه تصاویر اونمو حوزه گرفتن و مرزای صاحب در این حوزه هم تقریبا قدامت شاید بیش از 100 سال داشته باشه. یقینا درست است؟ قدامت بیشتر است. در اون زمان بالاترین و عالیترین دیزاین حوزه این همی بود دیگه، همی شکل بود. بله. ولی دست امروز نام خدا حوضای خیلی خیلی مدرن تر از این ساخته شده. بیاین که ما به این شکل استاد شویم. امروز در شروع گزارش هم گفتم که یک مقدار هوا سرد است و یک مقدار شمال است. دینامی گزارش اگر تصاویر یک کمی خیره بود ببخشین، اگر صدا یک مقدار احساس کردین که مشکل داره ببخشین، چون بعد دست ما نیزدگی مشکل تکنیکی نیست، مشکل شمال است. اگر امکان داشته باشه اون دو بالا هم یک بار بریم. مشکل نیست. میریم یک بار در بالاتر. ما در بام هستیم اما در منزل اول باغ هستیم. بام ببخشید. امروز از زبان من کلوله میشه نمیفهم چرا. در منزل اول بام هستیم. یک کمی دیگه هم جای داریم که بریم بالاتر. ببینیم که از اینجا نمای چهار اطرافی باغ چگونه معلوم میشه. نام خدا. نام خدا. میریم بالاتر. خیلی هم عالی است. دو برج هم داره. خب برج هاش اکثر ثبت است. ها خب این قصر تاریخی دو برج هم داره. بله. و متاسفانه که در طول تاریخ به اثر جنگ های نیابتی این برج یکش کامل از بین رفته. خب و این دیگه هم در آتت
در البیلتن قرار داره. بله بله. اینی هدفتان است؟ یقیناً اون برج کل تخریب شده. خیلی بله. و اینجا به احتمال زیاد برای پیردار خانه بگویم یا یقیناً مقدر تأمین در میدهیم ساحه از تأمین امنیت علمی ساحه استفاده میشه استفاده میکردن. خیلی هم عالی است. بین که این طرف بیاریم که صدا مطمئناً کمی لحظه مشکل داره. این دیگه شمال پناهگاه استفاده میشیم. خب از چهار اطراف این باغ شما تصاویر رو ببینین، گوش میکنیم کمتر صحبت بکنیم به دلیلی که شمال است و صدا مشکل ایجاد میکنه بر صدا. شما فقط تصاویر از چهار اطراف باغ جهان نما ببینین و انشاءالله در فرصت مناسب صحبت ها را ادامه بدیم. وطندارای نازنین، امیدوار هستم که از دیدن این گزارش تقریبا مستندگونه خوشتان آمده باشه و از مرزایی صاحبم جا داره که سپاسگزاری بکنیم که همکاری کردن، معلومات دادن و جاهای تاریخی رو برای ما معرفی کردن. بسیار زیاد تشکر مرزایی صاحب عزیز. خواهش میکنم. سلامت باشین. که شما تشریف آوردن قدم بن جعفر بودن. خوش رو مصر. در آخر اگر سوالی که ما پرسان نکده باشیم یا در ذهن ما نامده باشه که پرسان بکنیم و یا کدام پیام خاصی داشته باشین، این همینجا جایش هست دیگه استفاده بکنیم. انشاءالله تمام نکاتی که باید گفته میشد گفته شد. صرف عیقانه پیام امی است و ما از رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ، از رهبری امارات اسلامی افغانستان تقاضامند هستم و که از باغ تاریخی جهان نما را باید توجه بکنه، در قسمت احیا و نگهداری و نوسازی بعد اقدام عملی بکنه. بسیار تشکر مدیر صاحب. خدا خیرتان بده. سلامت باشین. خب وطندار نازنین، من هم میخواستم در آخر پیامی داشته باشم در ختم صحبت ها با مدیر صاحب. ای که تنها هدفم ای باغ نیست، در سر تا سر افغانستان هر نقطه که جای تاریخی است امیدوار هستم توجه شوه، حفظ شوه، نوسازی شوه، بازسازی شوه و به خاطر حفظ و نگهداریش تا
توجه جدی صورت بگیره. چرا؟ جای تاریخی است که مثل سرود ملی نشان هویت ما است و باید اینا حفظ شود. بالاخره سپاسگزارتون که تا این نقطه گزارش ما را دنبال کردین. ادامه گزارش از پایان ای باغ یا از پایان اینمی بام بر شما ادامه میدیم. ما را دنبال بکنید. وطنداره عزیز، تصاویر داخل اینمی ساختمانه دانه به دانه براتون معرفی کردیم. امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. ما دوست دارم این پیام دینمی برنامه بگویم که من نمیگم تنها از این جای تاریخی، بلکه از هر جای تاریخی افغانستان باید محافظت شود، چون هویت ما بستگی داره به جای تاریخی. برین شما، راحت برین، راحت برین، خیر ببینین، به این جای تاریخی بستگی داره. باید در حفظ و مراقبت جای تاریخی افغانستان نهایت توجه صورت بگیره. خواه اینجا یک لالایم دست روش تازه میکنه، بیا که ما برم پیش نمی. خواه اجازه است لالایم؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ گپ نیست. بیا 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 بیا. خوب هستین؟ صحتمند جان شما جور است؟ آرامی هست انشالله؟ یک وطن دارا ببینیتن، چی حال احوال دارین؟ شکر فضل خدا. خوب هستین انشالله؟ بخیر باشین، آرام باشین. چطور بی خیال از همه دنیا هم تو غرق میاوز بودی؟ والا دو آمدیم یک از شهر مزار شریف آمده بودیم بخاطر تفریح. بسیار خوب. من باغ جان ما گفتن آمدیم یک هی دوستا هم وای دوستا هم بودیم. خیلی خوب. از مزار شریف هم بله. خیلی خوب است. چندمین بارتان از دای باغ جهان ما آمدین؟ ما فکر کنیم بار دوم. بار دومتان است. دفعه قبلی که آمده بودین چقدر وقت پیش بود؟ دو سال پیش بود. دو سال پیش بود. خیلی خوب. ما پیشتر پیام برای وطندارا گفتم. امیدوار هستم در حفظ مراقبت باغ، درختا، سرسبزی، ساختمان تمامش باید توجه شود. عجب پیام مقبول دادن. راستی بیا که اول معرفی خوش شویم. نامتان؟ عبدالمتین از شهر مزار. عبدالمتین جان از شهر مزار شریف، از ولسوالی دهدادی آمده برای چکر و تفریح در باغ جهان‌نما. جهان‌نما. خیلی خوب. چطور گذشت؟ شکر از شکر. تا حال حاضر خوب. خوش گذشت. خب. چند بجا آمده بودین در ولسوالی خلم؟ صبحی آمدیم. فردا صبحی می آمدیم. خیلی خوب. وقتی که ولسوالی خلم آمدین از قیماق ولسوالی خلم یا تاشقرغان استفاده کردین یا نه؟ چون قیماق یکی از چیزهای مشهور، چیزهای مشهور خود زیاد داره، از جمله چیزهای مشهورش قیماق است. استفاده کردین یا نه؟ می استفاده کردیم برای چای صبح زمون. خب چای صبح ما میجه خوردین؟ میجه نوشیدن. آفرین تان. اینا با تنها تنها میایین. ما هم از مزار آمدیم برای ثبت گزارش آمدیم و کاش تر میخوردیم. بالاخره که اینجا با هم چای صبح نوشیدن میکردیم. با صحبت باقی بازم سلامت باشین، زنده باشین. بین شما چاشت میمونم ما باشین. پایزت آرام باشین. خیر ببینین. متین جان خیلی خوش شدم. همچنان من خوش شدم. هر وقتی که فرصت یاری میکنه خسته میشین، دوستا را گرفته، رفقا را گرفته، به این طرف
باغ جهان نما یا دیگه جای تاریخی افغانستان برین چکر بزنین. وطن خود ماست، امنیت خدا را شکر هست، آبادی و بازسازی روان است. از جای تاریخی دیدن بکنیم، لذت ببریم و معلومات داشته باشیم در مورد جای تاریخی افغانستان. خیلی خوب است. تشکر. خیر ببینیم. وطندارای عزیز و نازنین و مهربان، امیدوار هستم تا این دقایق گزارش خسته نشده باشین. کریم جان همیجا استا چم سئیس میگه سئیس. امیدوار هستم تا این قسمت گزارش خسته نشده باشین، گزارش دیده باشین، لذت برده باشین. تمام نقطه به نقطه اینمی اتاقا و اینمی ساختمان را براتون تصویر گرفتیم، معرفی کردیم و از خود باغ جهان نما. خدا کنه خوشتان آمده باشه وطندار عزیز. تا حد توان، تا حد امکان تلاش ما وی است که گزارشات خوب بر شما داشته باشیم، تصاویر خوب بر شما داشته باشیم، با وطندارا که صحبت میکنیم معلومات خوب بر شما داشته باشیم و حد اقل باعث شویم که خاطرات شما یک مقدار تازه شوه و زنده شوه. به هر صورتش این بود گزارش امروز ما یا امشب ما بگوییم، چون شب نشر میشه، که تقدیم حضور شما شد. امیدوار هستم لذت برده باشین. تا ای که من ندیم امینی و کریم جان انوری با یک گزارش دیگه از یک نقطه دیگه کشور با یک سوژه دیگه مهمان حضورتان می باشم، شما را به خداوند کریم و رحیم و بنده نواز امانت می سپارم. مواظب خودتان باشین، مواظب افکار زیبایتان باشین، لبخند تحت هیچ شرایط فراموش نکنین. مهربانی هیچ هزینه نداره، پس دل به دریا بزنین و همیشه مهربان باشین. با پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. الهی آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان، بیامرز رایگان، تو خدایی نبازرگان. وقت همه بخیر.